خب امروز 8 مارس روز جهانی زن بود. ما امسال هم شاهد برگزاری کنفرانسی به همین مناسبت توسط مقاومت ایران بودیم که به طور همزمان در بروکسل پایتخت بلژیک و اشرف سه برگزار شد. این کنفرانس با حضور شماری از برجسته ترین زنان از کشورهای مختلف جهان، مجاهدان اشرفی، اشرف نشانها، ایرانیان آزاده و خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برگزار شد. در گفتگوی این ساعت با علیرضا معدنچی میخوایم ببینیم ویژگی این کنفرانس چی بود و ارزیابی از مقاومت زنان ایران در شرایط کنونی چی هست. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدین. متشکرم از فرصتی که من دادید. منم به خدمت شما سلام میکنم، همینطور خدمت هموطنان عزیز و بینندگان گرامی. آقای معدنچی، در مقدمه خواهش داشتم شما به ما بگید که کنفرانس و گردهمایی امسال مقاومت ایران در بروکسل و اشرف سه که همزمان برگزار شد رو شما چگونه دیدید و به نظر شما مضمون این کنفرانس چی بوده؟ خب این کنفرانس امسال گردهمایی به مناسبت روز زن همونطور که شما اشاره کردید ویژه بود، به خاطر اینکه بعد از بیش از 4 ماه که از قیام سراسری مردم ایران و انقلاب دموکراتیک میگذره داره برگزار میشه و این کنفرانس به نظر من اگر بخوایم خیلی خلاصه و فشرده بیان بکنیم، مضمونش گواهی بین المللی به پیشتازی زنان مقاومت ایران بود. خب شما میدونید که الان وقتی قیام در همین 4-5 ماه قیام خیلی در رسانه های بین المللی و از زبان شخصیت های برجسته بین المللی میشنیدیم این عبارت رو که اون چه که در ایران انقلاب داره میگذره انقلاب زنانه، شگفت‌انگیزه، الهام بخشه. همین حرفا رو این بار هم ما از زبان برجسته‌ترین زنان که در کنفرانس شرکت داشتن، که در کنفرانس بروکسل که همزمان در اشرف سه هم بود میشنیدیم. مثلا خانم کارن بایر که یکی از زنان برجسته سیاسی آلمان هست و وزیر دفاع پیشین آلمان هست میگفتش که این مقاومت زنان ایران و برای سراسر دنیا و برای ما الهام بخشه. و خب این چیزی بود که ما از زبان خیلی های دیگه توی این کنفرانس شنیدیم این رو که اذعان میکردن به این که اون چی که در ایران جریان داره یک انقلابی برای رهایی و برابری زنان و انقلابی که برای تمام دنیا راهگشا و الهام بخشه. البته وقتی ما از انقلاب زنان صحبت میکنیم منظورمون انقلابی است به پیشتازی زنان، هم کما اینکه در این قیام سراسری مردم ایران دیدیم که زنان نقش پیشتاز داشتن در بسیاری از صحنه ها و اونها بودند که جرقه انقلاب رو میزدند. قابل توجهی که از اولین شهید این قیام که مهسا امینی بود و در تهران به شهادت رسید تا آخرین شهید که خانم زربیبی اسماعیل زهی بود که در زاهدان همین دو هفته پیش به شهادت رسید، اینها 83 زن در جریان این قیام به شهادت رسیدند. البته کمیت در اینجا گویا نیست، ولی خب این نقش پیشتازی زنان رو که غیر قابل مقایسه با همه قیام ها و انقلاب هایی است که ما تا الان شاهدش بودیم رو نشون میده. همچنان که عرض کردم این نقش پیشتازی طوری بود که همواره ما الان هم شاهدش هستیم که چطور به اصطلاح رادیکال ترین شعارها اول از دهان زنان شنیده میشد و انعکاس پیدا میکرد و سایرین اونها رو تکرار میکردند و شور و اشتیاقی که زنان نشون میدادند چه در ایران و چه در ادامه اون در تظاهرات های خارج کشور، مثلا در مونیخ ما شاهد بودیم که چطور زنان هموطن و اشرف نشان ما با چه شور و شیدایی در واقع در خیابان های مونیخ به سبک اونچه که در داخل ایران خواهران کانون های شورشی رژه میدن رژه میدفتن، پا بر زمین میکوفتن و همون شعارها رو تکرار میکرد. آقای معدنچی، شما الان اشاره کردیم به
اینکه شعارهاش و شعارهایی که داده میشه و شور و هیجانی که دارن از جمله در خود به اصطلاح این تظاهرات ها و گردمایی که در خارج از کشور هست، میخواستم از شما بپرسم که خب چرا اینطوره که به قول شما الان اشاره کردیم پرچم آزادی و برابری زنان در ایران در اهتزازه، آیا در دنیای به این بزرگی این یک ادعای بزرگ نیست؟ این در ایران یک واقعیت بزرگه، نه ادعای بزرگ. واقعیت اینه که خب اگر ما این حرف رو زده بودیم میشد گفت ادعا، ولی این چیزیست که الان گواهیست که برجسته‌ترین زنان دنیا که خودشون در این زمینه صاحب تز هستن، صاحب ادعا هستن، اونها دارن این رو بیان میکنن. و کسانی مثل همون که گفتم خانم کارن بایر، کسانی مثل خانم رامایاد که وزیر پیشین حقوق بشر فرانسه بود، خانم دومینیک آتیاس که رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپا است با 1 میلیون عضو، اینها هستند که این رو بیان میکنند و اینها هستند که میگن که خطاب به زنان ایران، مثلا خانم آتیاس میگفتش که 40 سال خونریزی به شما، خونریزی که از شما شده به شما حق شورش میده. خب ببینید این یک چیز خلق و سائه نیستش. یکی از همین سخنران ها هم گفتش که اینجوری نبوده که مثلا 6 ماه پیش زنان ایران یک بار از خواب بلند شده باشن و این به اصطلاح دست به قیام و انقلاب زده باشن. این یک سابقه 50 ساله و بلکه اگر عقب‌تر بریم یک سابقه 130 ساله 140 ساله داره. یعنی رد پای جنبش و نهضت زنان رو شما در جنبش مشروطه و قبل از اون میبینید. مثلا در جنبش تنباکو زنان نقش خیلی مهمی به عهده داشتن در پیشبرد این جنبش و دامنش تا درون دربار قاجار هم کشیده شده بود. بعد از اون ما شاهد بودیم که در جریان نهضت‌های بعد از مشروطه، در خود مشروطه هم ما مثلا چهره‌های درخشانی از زنان می‌بینیم، اگرچه این تاریخی که مردها و نظام مردسالارون رو نوشته کمتر این حقایق رو منعکس کرده، ولی در واقع زنان نقش برجسته‌ای در جنبش مشروطه داشتن. از جمله مثلا یکی از همین زنان در تبریز به نام زینب پاشا، خودش یک دسته، گروه و شاید بیش از گروهانی تشکیل داده بود از زنان و اینها حمله میکردن درهای انبارها رو که متعلق به همون آخوندهای حکومتی اون موقع و تجار اون موقع بود، میشکستن اینها رو بین مردم قحطی زده تقسیم میکردن. کسانی بودن که تفنگ به دست گرفتن، سلاح به دست گرفتن، همراه با مجاهدان مشروطه جنگیدن. بعد از اون هم، بعد از مشروطه هم ما چهرهایی داریم مثل بی بی مریم بختیاری و این همینطور ادامه پیدا کرد. البته به اصطلاح اون جهشی که در جنبش زنان شد همراه با ظهور جنبش مقاومت مسلحانه بود، با ظهور مجاهدین و فدایی ها و چهره های درخشانی که در این جریان به اصطلاح درخشیدند، پیدا شدند، از فاطمه امینی اولین شهید زیر شکنجه مجاهد در زمان شاه که خب مثلا این داستان مقاومتش در زیر شکنجه و اون شکنجه های وحشیانه که به دستور همین ثابتی سرکرده ساواک اون موقع انجام شد بر روی فاطمه امینی، خب خیلی کم بازگو شده ولی واقعا نقش جدی و مهمی داشت در برانگیختن به اصطلاح زنان. همینطور باید یاد کرد از زنان برجسته مجاهدی مثل مادر کبیری، مادر رضایی که خدا بهشون طول عمر بده و بر سلامتیشون سلامت باشند همیشه. شکنجه های اینها، مقاومت اینها، مادر کبیری با 6 تا فکر کنم فرزند بچه اون مقاومت قهرمانان رو هم در زیر شکنجه های ساواک کرد، هم بعد از اون در برابر دشخیمانی مثل لاجوردی و همونجا هم توسط این دشخیم و در توسط خمینی اعدام شد. همینطور مادران سالخورده‌ای مثل مادر زاکری، مادر اردهالی
در جنبش فدایی هم ما شاهد چهره‌های برجسته‌ای بودیم، مثل فدایی شهید مرضی اسکویی، فدایی شهید نصران آل‌آقا و منظومه ای از این به اصطلاح قهرمانان. خب همه اینها به اصطلاح اون زمینه و سابقه است که این به اصطلاح جنبش کنونی زنان از اونجا جوشیده. بعد از اون قهرمانی زنان مجاهد، دختران میلیشیا در زندان‌ها که واقعاً شگفت‌انگیزه، در هیچ انقلابی، در هیچ مقاومتی، نه در تاریخ معاصر، نه در تاریخ تا اونجایی که تاریخ‌ها ثبت کردن، ما چنین نمونه‌هایی رو نمی‌بینیم. و اون همه وحشیگری رژیم علیه زنان و دختران مجاهد، خب این خودش گویای یک واقعیتیه، واقعیت مقاومت خیلی برجسته که اینا میکردن و رژیم رو اینچنین وحشی و هار کرده بود. بعدش هم تعداد خیلی زیادی، شاید هزاران تن از زنان مجاهد در جریان قتل عام سال 67 اعدام شدن. خب اینها چیزی نیستش که به اصطلاح از بین بره، اینها همه به عنوان ذخیره هایی بود، ذخیره های تاریخی بود که باعث شد که این جنبش مقاومت ایران الان به یه همچون موقعیتی رسیده که به قول همین زنان برجسته‌ای که عرض کردم، اینها براشون خودشون اذعان میکنن که براشون الهام بخش آموزنده است و یه همچون موقعیتی پیدا کرده. بنابراین اصلا گزافه نیست که بگیم که الان بله جنبش پرچم جنبش برابری زنان در ایران در اهتزازه و همه چشم ها به اونجا دوخته شده و از اونجا الهام میگیرن سایر زنان دنیا. شما الان در پاسخ به سوال من که گفتم ادعا تصحیح کردید و گفتین که این یک واقعیت بزرگه و این که ریشه در تاریخ ایران داره و خیلی گویا بود، ولی این اجازه بدید اینو ازتون بپرسم، خب چطور شده که ایران که در هر حال یک کشور جهان سومیه، حالا در زمینه مسئله زنان شده پیشتاز؟ آیا این یک اتفاقه یا اینکه یک قانونمندی بر این حاکمه؟ به هیچ وجه یک اتفاق نیست و دقیقا قانونمنده. اولا که در همه انقلابهای تاریخ ساز در دنیا از کشورهای مرفه شروع نشده، از کشورهای عقب مونده شروع شده و از اونجایی که این نیروی مثلا یک پتانسیلی ظاهر شده در جامعه که این به دلیل اون حاکمیت اجازه بروز و ظهور نداشته، حاکمیت دیکتاتوری، و یک باره این پوستر میشکافه بر اثر انقلابی و بروز ظهور پیدا میکنه. از قضا به دلیل اینکه به رغم اون پیشینه درخشان تاریخی که زنان ایران داشتن، رژیمی در ایران بر سر کار اومد، رژیم خمینی، که یکی از ویژگی های اصلیش زن ستیزیه. و ببینید اگر اون پیشینه تاریخی نبود، خمینی که اومد هرگز اجازه نمیداد که زنان حق رأی داشته باشن. یکی از به اصطلاح جاهایی که خمینی به میدان اومد از مبارزاتش با شاه و اینا، وقتی بود که سر همون قانون به اصطلاح انجمنهای ایالتی و ولایتی، اونجا صحبت از حق رأی زنان شده بود و خمینی به شدت با این مخالفت کرد و از جمله موارد دیگری هم بود. ولی مشخصا یکی از دلایل مخالفت خمینی، که البته شاه هم به طور نمایشی می‌خواست این رو عنوان بکنه، حق رأی زنان رو، مخالفت با حق رأی زنان بود. کما اینکه همین الان می‌بینید که اگر این رژیم مثلا دستش برسه و اجازه پیدا بکنه، می‌خواد مانع حتی تحصیل دختران بشه. همین ماجرایی که راه انداخته بود و اینا، یکی از دلایلش اینه که از همین پتانسیل نهفته انقلابی در میان زنان و دختران به شدت وحشت داره و سعی می‌کنه با این نمایش‌ها و با این مانورهای جنایتکارانه و فجیع، مسموم کردن جمعی دختران دانش آموز در سراسر کشور، این رو سد بکنه، اینها رو مرعوب بکنه، اینها رو خانه نشین بکنه. و این سیاستی است که اینها در تمام 40 و چند سال گذشته علیه زنان به عمل آوردن. و مثلا همون قضیه یاروسری یا توسری که مثلا رژیم این رو خمینی مبدعش بود و میخواست دوباره زنان رو که روی دوش اینها انقلاب ضد سلطنتی به پیروزی رسیده بود، به دوباره به خونه ها و به پستوها برگردونه. اما خب
موفق نشد به دلیل وجود همون پتانسیل انقلابی که عرض کردن و به خصوص وجود و نقشی که زنان مجاهد ایفا کردند. خب داستان هاشو همه میدونیم که چطور با حجاب در اطراف تظاهرات خواهران بی حجاب خودشون که علیه همین شعار برخواسته بودن زنجیر میکردن، از ما محافظت میکردن، به خاطر اینکه از همون اول ما مجاهدین شعارمون بود که نه به بی حجابی اجباری و نه به با حجاب اجباری. و در همین کنفرانس هم دیدیم که این رو حتی زنان اروپایی که خب معمولا تا قبل از این جریان مسئله داشتن در برابر حجاب و اینها رو این رو اذعان کردند و از جمله گفتن که خانم آتیاس اگر اشتباه نکنم گفت که من خودم حجاب دارم اما حجاب ندارم اما احترام میذارم و آموزش میگیرم از همین خواهران جوانی که در این جنبش مقاومت ایران حجاب دارن و میبینید که اون هم در واقع به نوعی همین چه با حجاب چه بی حجاب رو در عمل تکرار کرد. بله خواهش میکنم. به نظر همینطور که الان شما دارید و مثالی که دارید میارید به بسیار به وضوح همه دارن اذعان میکنن به همین این مسئله که به پرچمداری و نقش فعال و مؤثر زنان ایران. ولی اجازه بدید اینجا یک سوال من از شما بکنم، اونم این که شما نقش مردان رو در مقاومت ایران و جنبش برابری زنان چطوری میبینید؟ ببینید اگر که مقاومت ایران اومد و به اصطلاح مسئله حضور رهبری زنان در جنبش رو مطرح کرد، این یه چیز به اصطلاح ارادی و من درآوردی نبود. اینجوری نبود که مثلا رهبر مقاومت اراده بکنه که خب مثلا از فردا رهبری این جنبش، رهبری مقاومت در سطوح فرماندهی در سازمان مجاهدین یا در شورای ملی مقاومت به عهده زنان باشه. این یک واقعیتی بود که در واقع خودش رو نمایان می‌کرد و هنر البته رهبری ما این هستش که این واقعیت رو درک می‌کنه، بهش اذعان می‌کنه و قیمت و بهای اون رو می‌پردازه. و همه می‌دونیم که این چه بهای سنگینی برای این کار پرداخته شد. بله. خب همین واقعیت رو مردان مجاهد رو هم البته تحت تعالیم و آموزش هایی که از به خصوص از خواهر مریم گرفتن درک کردن به اصطلاح ضرورت تاریخی حضور زنان در رهبری جنبش رو درک کردن، عمیقا برابری زنان رو و اینکه بهای سازماندهانه این هم باید پرداخت بشه و خب این شرف و شعور رو هم داشتن که در برابر این ضرورت تاریخی و در برابر این خواست تاریخ مقاومت نکردن بلکه به دق الباب تاریخ به دق الباب سرنوشت جواب مثبت دادن، چون که عمیقا درک کرده بودن تحت همین آموزش های رهبری مقاومت که با نفی برابری زنان در واقع مردان هم بخشی یا نیمی از وجود خودشون رو دارن نفی میکنن. این تنها نفی برابری زنان تنها نفی خواهر من، مادر من و اینها نیست، نفی انسانیت خودمه. بنابراین در اینجا خب همراه شدن و با افتخار این رهبری و هژمونی زنان رو در سازمان مجاهدین پذیرفتن و در جنبش و الان خب میبینیم که چطور این به اصطلاح به عنوان یک تز در دنیا جا افتاده که تا زنان در رهبری سیاسی شراکت نداشته باشن آزادی واقعی رو به دست نخواهند آورد و دموکراسی واقعی در جامعه خبری نخواهد بود. خب این چیزی بود که خواهر مریم این رو در تیر ماه 75 1375 در ارسکورت لندن علنی کردند و اونجا گفتند که عنوان اون کنفرانس هم یادتون باشه زنان نیروی تغییر بود و خطاب به آخوندها گفتند که شما از همون جایی ضربه خواهید خورد و که به حسابش نمی آوردید، زنان شما رو جارو خواهند کرد. بله. این در واقع علنی شدن همون این یک پیشگویی نبود، علنی شدن و اجتماعی شدن همون تزی بود که قبل از اون سازمان 10 سال پیش از اون به اصطلاح این ضرورت رو و اینکه چه پتانسیل عظیمی در زنان
ایران نهفته است این رو کشف کرد و این رو در سازمان و شورای ملی مقاومت جاری کرد و بعد از اون بود که این به حساب منصه ظهور رسید. این رو هم اضافه بکنم که خب خیلی کسا هستن که از آزادی و برابری زنان حرف میزنن و ممکنه خیلی چیزای به اصطلاح جالب و نقضی هم بگن و بنویسن، اما خب خیلی فرق میکنه یک سازمانی که این رو در صحنه عمل به اجرا گذاشته و نتایجش رو الان همه میبینند، همون نتایجی که خود ما هم در ابتدای ورود به این مسئله نسبت به بهش ناباور بودیم. نکته هم بخش میگه کلامتون این هم عجیبش اینه که سازمان و جنبش و مقاومتی که با تمام توان و ظرفیتش درگیر یک نبرد هست. دقیقا از همینجا در میومد. ما به اصطلاح آزادی زنان رو نه به عنوان اینکه بخوایم به اصطلاح زنان آزاد بشن، درک این مسئله بود که آزادی در ایران و سرنگونی رژیم به انجام نخواهد رسید مگر با آزادی زنان، آزادی و برابری زنان. یعنی آزادی و برابری زنان یه مقوله مستقل و مجردی نبود، این بخشی یا بخش مهمی از اون نبرد برای آزادی بود و از اون بخشی از آرمان، مثل آرمان برابری، بخشی از آرمان آزادی مجاهدین و مقاومت ایران هست. و خب همونطور که عرض کردن هنر مجاهدین بود که این رو درک کردن، این رو فهمیدن و بهش جواب دادن و پاسخ و قیمتش رو هم دادن. خب خیلی هستن که ممکنه این رو درک کرده باشن ولی حاضر به پرداخت قیمت سنگینی نباشن. بله، امروز روز 8 مارس هستش، روز جهانی زنان. خوشا به زنان میهنمون و مردم ایران و به طور خاص زنان میهنمون که در چنین جایگاهی قرار گرفتن. بسیار سپاسگزارم از اینکه